অ <laughs> অহাগt <laughs> بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان شاگردای خوب و عزیز و همراهان گرامی برنامه دریچه دانایی سلام وقتتان بخیر با شما این جلسه از مضمون بیولوژی صنف هفتم امروز مهمان خانه های شما هستیم در ابتدا با یکدیگر بریم ببینیم شما درس های گذشته چقدر یاد گرفتید خب شاگردای خوب و عزیز دقت کنید مهمترین نکته های درس گذشته را مد قالبی چند تا سوال برای شما اینجی با یکدیگر آوردیم میخوانیم و فکر میکنیم و به این سوالا جواب میدیم امیدوار هستم که شما خوب خوب دقت بکنید سوال اول یک شکل برای شما نشان میدیم این شکل شما میبینیم که در دا داخل یک گلاس آب یک تکه قند ما قرار دادیم و به مرور زمان کم کم ای قند در داخل آب در حال حل شدن هستند خب شاگردای خوب ای چه نوع حرکت مالکول ها را نشان میده؟ آفرین به شاگردایی که درس گذشته را به خوبی خوانده ای تصویر یا ای شکل ما پدیده یا حرکت انتشار نشان میده که ما در جلسه گذشته گفتیم در پدیده انتشار مواد از جایی که تراکم زیاد داره به جایی که تراکم اون کمه به طور خود به خود حرکت میکنه حالا این تک قند ما که مالیکول هاش در کنار یکدیگر به صورت فشرده به شکل جامد هست وقتی در مابین مولکول های آب قرار میگیره به راحتی به آهسته آهسته این مولکول‌های های قند پخش میشه طوری که بعد از چند دقیقه اگر ما این آبی رو که در تصویر آخر میبینین که قند داخل از او حل شده را بنوشیم شیرینی قند رو به خوبی احساس میکنیم پس سوال ای جواب ما پدیده انتشار هسته آفرین به شما شاگردای خوبی که با دقت به سوال ما جواب دادید خب سوال سوم ما شکل مقابل کدام روش انتقال مواده نشان میده در جلسه گذشته ما دو نوع حرکت مواد یا انتقال مواد خواندیم یکی انتشار بود که در سوال اول با یک دیگر مرور کردیم و یکی دیگر این شکل دوم هسته خب این شکل خوب نگاه کنین کمی فکر کنین که با دیدن از این شکل شما به یاد کدام نوع حرکت مواد میفتید آفرین باز هم شما درست اشاره کردید ای پدیده آسموسیس یا آسموس دما نشان میده. در دا داخل از این ظرف در این سمت مشخص شده برای از مو که آب و های نمک قرار داره و در دا این سمت دیگر آب خالص هسته. خب اگر به یاد داشته باشید ما در جلسه گذشته گفتیم که پدیده آسموس حرکت مالکول های آب از جایی که تراکم آب زیاده حالا در این سمت که ما برای شما نقطه های سرخ نشان میدم مولیکول های آب تعدادش بسیار زیاد هسته به طور خود به خود به سمت مقابل کشیده میشه و در حین عبور از سمت راست به سمت چپ باید از یک صفحه قربالی شکل یا سوراخ سوراخ بگذره این همین پدیده را برای ما و شما تحت عنوان پدیده آسموسیس نشان میده پس جریان آب همیشه در پدیده آسموسیس از سمتی که مولکولهای آب زیاد است به سمتی که مولکولهای آب کم هسته حرکت میکنه و یک چیز دیگر هم در اینجا میتونیم بگیم ای هست که قلزت در سمت چپ که هم مولکولهای آب اونجا حضور داره و هم مولکولهای نمک حضور داره قلزت در دا سمت بیشتر هسته پس مولکول های آب را به سمت خودش میکشه خب ما در جلسه گذشته همین دو پدیده را با یکدیگر خواندیم و بعد در حجرات هم گفتیم که در کجاها ما این پدیده های انتشار و آسموسیس را در موجودات زنده می بینیم شاگردهای شاگردای خوب و عزیز ما امروز یک پدیده دیگری را میخوانیم به نام تنفس هجروی تنفس حجروی یک عملیه بسیار بسیار مهم و ضروری در موجودات زنده هست در جلسه گذشته ما پدیده فتوسنتز خواندیم یک عملیه فتوسنتز در نباتات که بسیار بسیار مهم هسته گفتیم نباتات با انجام عملیه فتوسنتز برای خودشان چی می سازه؟ غذا میسازه آفرین او غذا گفتیم در قالب یک مولکولی به نام گلوکوز هسته مقداری از او گلوکوز صرف نیازهای حیاتی خود نباتات میشه خب ما میتونیم بگیم نیازهای حیاتی یک نبات چی هسته؟ آفرین یک نبات هم رشد میکنه یک نبات هم بزرگ میشه حتی تکسر و تولید مثل انجام میده پس او هم چون موجود زنده هسته نیاز به انرژی هست داره این انرژی را از کجا تأمین میکنه؟ این انرژی را از همه گلوکوزی که در فرایند فوتوسنتیز برای خودش چیکار کرده؟ ساخته حالا ما تنفس حجروی یک کمی فرق داره مثل فتوسنتز نیست که فتوسنتز مخصوص نباتات بود اما تنفس حجروی را ما هم در دا حیوانات داریم و هم در دا نباتات داریم تعریف تنفس حجروی خیلی مهم هست ای را خوب خوب باید یاد بگیرید که در امتحانا تکرار خواهد شد تنفس حجروی عملیه کیمیاوی هست که طی این عملیه انرژی موجود در کلوکوز آزاد میشه خب حالا ما یه عملیه کیمیاوی را بریم ببینیم که چه موادی به عنوان مواد اولیه و چه موادی به عنوان محصولات یا مواد ثانویه در این تعامل کیمیاوی آزاد میشه برای انجام هر عملیه کیمیاوی همونطور که شما در کتاب کیمیا میخوانید یک سری شرایطی باید مهیا باشه تا موجود ما یا جاندار ما بتوانه این عملیه را به خوبی انجام بده حالا در تنفس حجروی ما چه موادی به عنوان مواد اولیه لازم داریم با یک دیگه در پای تخته میبینیم تنفس حجروی در واقع یک تعامل کیمیاوی هسته خوب دقت کنید شاگردای خوب در تعامل کیمیاوی تنفس حجروی ما گفتیم که گلوکوز را که نبات در فتوسنتز ساخته اینجا مصرف میکنه پس ماده اولیه ما گلوکوز هست خب ما اکسیژن هم ضرورت داریم پس در دا تنفس هجروی گلوکوز و اکسیژن به عنوان ماده اولیه لازم و ضروری هسته اما او طرف در محصول برای ما چی میته؟ کاربون دای برای ما و شما آزاد میشه و مولکوله های آب همون که کاربون دی اکساید و آب آزاد میشه کاربون دای اکساید و آب اینها محصول نام داره انرژی هم آزاد میشه ای چیزی که از نظر علم بیولوژی بسیار اهمیت داره این انرژی هسته که طی این تنفس حجروی آزاد میشه شاگردایی که خوب دقت کرده حتما را متوجه شده که ما در جلسه گذشته که فتوسنتز نوشتیم دقیقا همین عملیه را از او سمت نوشته بودیم یعنی در عملیه فتوسنتز کاربون دایوکساید و آب با عنوان ماده اولیه بود و نور خورشید و گلوکوز و اکسیژن به عنوان محصول یا ماده نهایی ما آزاد می شود. پس می بینیم که تنفس حجروی و فتوسنتز دو تا تعامل کیمیاوی برعکس یک دیگر هستند خب پس ما در تنفس حجروی گلوکوزه داریم که این گلوکوز به کمک اکسیژن در بدن ما طی تعاملات خاصی که انشاءالله در سالهای بالاتر با او آشنا میشید انرژی تولید میشه و در کنار انرژی برای ما و شما کاربون دایوکساید و آب هم با عنوان ماده ثانویه یا محصول ما تولید میشه خوب شاگردای خوب ما چیز ضرورت در تنفس حجروی داریم چی نیازی است که ما این تنفس حجروی را بشناسیم و اصلا این چی ضرورتی برای حیات یا ادامه زندگی حیوانات و جانوران داره تمام فعالیت را که یک موجود زنده انجام میده که این موجود زنده چی یک بکتری باشه چی ویروس باشه چی یک نبات باشه و چی یک حیوان باشه نیازمند مصرف انرژی هسته راه بره تنفس بکنه صحبت بکنه تکسر انجام بده رشد انجام بده انرژی لازم داره این انرژی شاگردای خوب ما از کجا تامین میشه حالا تعاملش خواندیم از تنفس حجروی تولید میشه هر حجره در بدن ما و شما باید این قدرت داشته باشه که انرژی مورد نیاز خوده تامین بکنه هر فعالیتی که داره هر وظیفه و نقشی که در بدن ما انجام میده چی حجره مغز است چی حجره پوست یا جلد هسته و چه حجره قلب ما و شما هسته انرژی لازم داره این حجره خود از این حجره باید بتانه انرژی خوده تامین بکنه این انرژی در کجا تولید میشه موجودات زنده ساختار بدن از اونا طوری هسته که از میلیارد ها میلیارد حجره ساخته شده در جانداران چندین حجروی و یا یک بکسری تک حجروی هر دوی از این انرژی این لازم داره و هر دوی از این باید انرژی مورد نیاز خود از گلوکوز تأمین بکنه اما در دا داخل حجرات بدن چی در حیوانات و چی در جانوران باشه یک نظم بسیار بسیار جالبی حاکم هسته به طوری که در هر جایی از حجره یک فعالیت یا یک عملیه مخصوص انجام میشه ما و شما زمانی که در فعالیت های حجره یک سیر و سیاحت و مشابه یک مسافرتی را بریم خواهیم دید که چه دنیای شگفتانگیز و چه دنیای جالبی در مابین حجرات ما و شما هسته و پی به قدرت و علم بی نهایت خداوند بزرگ پی میبریم حالا میخوانیم که تنفس حجروی در بخشی از حجره به نام مایتوکندریا یا کاندریوزوم انجام میشه. حالا ما و شما بریم ببینیم این مایتوکندری به چه شکلی هسته و در اونجی چه اتفاقاتی میفته. شاگردهای خوب محل تنفس حجروی ده حجرات مایتوکندریا هسته ای هم یک نکته کنکوری و مهم هسته محل تنفس حجروی در یک ارگانول یا بخشی هسته به نام مایتوکندریا شاگردای خوب سنف هفته به من از همین اول یاد بگیرید که نام دیگر مایتوکندریا کاندریو زوم هسته چون ان شاءالله در صنف 11 و دوازده که برسید دیگه در کتاب بیولوژی نام ها را کمتر می‌بینید بیشتر از نام علمی از تحت عنوان کاندریوزوم استفاده میشه پس من از همین اول برای شما میگم هر دوره در یک نام یاد بگیرید خب ما برای شما یک حجره حیوانی میکشم ای باشه حجره حیوانی و یک حجره نباتی بکشم علت از این که من این حجره را به این شکل هندسی کشیدم و این را به یک به صورت تقریبا کروی کشیدم در جلسات اول و شما به طور مفصل گفتیم که این حجره نباتی دیوار حجروی داره خب در جلسه گذشته با یک ارگانول به نام کلوروپلاست در حجرات نباتی آشنا شدیم که همو فرایند یا به عبارت ترکیب فتوسنتز انجام میداد چون که این مخصوص حجرات نباتی بود ما دیگه برای حجره حیوانی نمیکشم اما مایتوکندریا یا کاندریوزوم برای هر دو حجره هسته. هیچ فرقی نمیکنه چه حجره نباتی باشه چه حجره حیوانی باشه خب مایتوکندریا یا کاندریوزوم یک بخش کیسه مانند که این دو قشا داره جالب است که ایره بدانید که قشای اولی از این بزرگتر از قشای دوم هسته چی شد؟ پس قشای اول خورده قشای دوم کلانتره وقتی یک چیز بزرگ در دا داخل یک چیز کوچی قرار میگیره مجبور خود جمع کنه تا خوب در اونجا جا بگیره به همین صورت است که ما قشای داخلی مایتوکندریا را چین خورده میبینیم حالا شکل تر و خوب و قشنگتر شد در مانیتور باز میبینیم روی یک دیگر پس این همو مایتوکندریای هست هم در حجرات نباتی دیده میشه و هم در حجرات حیوانی دیده میشه چون هر دو حجره احتیاج به انرژی داره مایر از این سمت هم برای شما میکشم هیچ فرقی نمیکنه این هم مایتو کندریا یا کاندریوزوم هست فراموش نکنید که مایتو کارش انرژی زاییه هر دوی از اینا انرژی تولید میکنه و این انرژی در قالب یک مولکول پر انرژی به نام ATP هسته. شما در علم بیولوژی با ATP زیاد سر و کار خواهید داشت حالا باز پیشتر بریم باز میخوانیم که این ATP چی هسته؟ و ای چه مقدار است و کجا ضرورت دارد در فعالیت ها و فرایند های حیاتی ما و شما همه قدر امسال یاد بگیرید که وقتی گلوکوز در مایتوکندریا وارد میشه و انرژی تولید میشه این انرژی به قالب یک مولکولی پر انرژی به نام ATP هسته خب باز پیشتر با ATP پی آشنا خواهیم شد خب شاگردای خوب یک آزمایشی یا یک فعالیت را برای شما توضیح میدیم که این مولکول ATP ای انرژی ای اکسیژن یا این تنفس حجروی را به خوبی برای شما واضح می سازد شاگردای خوب ما در مانیتور دقت کنید یک صفحه شیشه‌ای بوده یک شمع به زیر از محفظه شیشه ای روشن کرده و یک موش هم در مجاور از او قرار داده و این ظرف شیشه ای رو برعکس در بالای سر از او گذاشته به مرور زمان کم کم می بینیم که شم اینجا خاموش میشه و این موجود زنده یعنی موش هم کم کم حیات خود از دست میده و می میره خب میدانید دیگه تمام موجودات زنده برای زنده ماندن خودشان احتیاج به اکسیژن داره حالا ما و شما حدس میزنیم که در دا داخل ازی ظرف شیشه ای کم کم اکسیژن تمام شده هم این موجود زنده از بین رفته و هم شم ما و شما خاموش شده چون در کیمیا میخوانیم که برای سوختن ما نیاز به اکسیژن داریم حالا دانشمندا آمده برای اثبات همین موضوع که ضرورت به اکسیژن هسته و برای ثابت کردن از که فتوسنتز و تنفس هجروی برعکس یکدیگره یعنی در تنفس هجروی اکسیژن مصرف میشه و در فتوسنتز اکسیژن تولید میشه ایره در غالب از آزمایش به اثبات میرسانه پس در دا داخل همو محفظه شیشه ای پس دوباره یک موش زنده را قرار داده یک شمع روشن قرار دادیم و یک نبات بسیار کوچک. شما میبینید در تصویر بعد که با گذشت زمان همچنان شم روشن میمانه و موش هم زنده اینجی چی تغییری آمد؟ فرق ازی با صفحه شیشه ای اول و دوم در همین نبات بود اینجی برای ما ثابت میشه که این نبات ما فوتوسنتز انجام میده و برای فتوسنتزی که خودش انجام میده کاربون دایکساید ضرورت داره به عنوان ماده اولیه کاربون دایکساید را هم شم تولید میکنه شم میسوزه اکسیژن میگیره کاربون دایکساید تولید میکنه این کاربون دایکساید تولید شده را این نبات میگیره فتوسنتز میکنه و اکسیژن تولید میکنه این اکسیژن هم این موش در تنفس خودش استفاده میکنه به این ترتیب هست که ای موجود زنده یعنی ای موشینجی زنده میمانه یا فعالیت یا ای آزمایش ثابت کرد برای شما که فوتوسنتز و تنفس حجروی برعکس یکدیگه هستن حالا در شما در سالهای دهم ده یازده و دوازده زیاد با این موضوع سر و کار خواهید داشت امثالی رو فقط فراموش نکنید که ماده اولیه یکی به عنوان محصول تعامل دیگه و محصول تعامل دیگه به عنوان ماده اولیه فرایند دیگه مورد نیاز و ضرورت هسته خب حالا ما و شما میخوایم در رابطه با مولکول ATP یک کمی بیشتر بدانیم که این مولکول ATP چی هسته چی نام داره و در کجا تولید میشه و در کجا مصرف میشه خب در پای تختم این برای شما تشریح میکنم خب شاگردای خوب من دیگه خود حجره رو برای شما نمیکشم فقط یک دنم مایتوکندریا میکشم این مایتوکندریا این چین های داخلی ازی به خاطر ازی هسته که قشای داخلی بزرگتر از قشای خارجی هسته ای هم نکته دوم کنکور قشای داخلی بزرگتر ای هم انشاءالله در سالهای بعد میخوانین علت بزرگ بودن ازی همی تعاملاتی هست که در داخل ازی انجام میشه خب گلوکوز وارد میشه حالا اگر یک مایتوکندری در نباد باشه خو گلوکوز در فتوسنتز خودش ساخته اگر یک مایتوکندری در حجره حیوانات باشه با غذا ما غذا مصرف میکنیم در سیستم حازمه ما هضم میشه جذب میشه به صورت گلوکوز در میایه گلوکوز وارد حجره میشد تا می میدانستید حالا امروز برای شما میگیم که این گلوکوز در سرگردان در دا داخل حجره نمیچرخه این گلوکوز میره و مایتوکندریا یا کاندریوزوم پیدا میکنه و وقتی که وارد از این مایتوکندری یا کاندریوزوم شد از این طرف مولکول های پر انرژی ATP آزاد میشه چه خط آزاد میشه؟ حالا من ایره برای شما یواشکی میگم چون این در یازده باید بخوانید یک دانه گلوکوز که وارد بشه از این طرف سی و هشت دانه مولکول پر انرژی ATP آزاد میشه خب وارد جزئیات نمیشیم اما ATP یک نام اختصار هسته نام کامل از چی هسته نام کاملش هم بهتر است ما و شما بدانیم آدنوزین تری فوسفات آدنوزین همو A تری T و فوسفات P هسته شد ATP آدنوزین تری فسفات چون شما هنوز در کیمیا اونقدر زیاد نمیدانید سنف هفت هستید دیگه ما وارد از توضیحات بیش نمیشیم اما فقط شکل ای تی پی رو برای شما میکشم که شکل کیمیاویش در ذهن شما باشه انشاءالله تا سالهای گذشته اجزایش بشناسیم مولکول ای پی به این شکل هسته اینا پیا یا فسفات هسته اینجا قلوی عضوی آدنین یا هم یک نوع قند هسته که انشالله در سالای بعد با او آشنا میشید این دوتا با هم دیگه میشه آدنوزین تری فسفات یعنی آدنین و قندی که انشالله سال بعد میخوانید و سه دانه فسفات هسته سی و هشت دانه از اینا در ازای یک دانه گلوکوز در دا بدن ما و شما تولید میشه حالا ما و شما که انرژی مصرف میکنیم ما برای شما صحبت میکنم شما فکر شما در کار میکنه مغز شما داره فعالیت میکنه ما و شما هر دوی ما از این ATP ای ای داریم در بدن خود میسوزانیم و مصرف میکنیم برای همی است شاگردای خوب که وقتی در سر جلسه امتحان شیشتید یا در پای ویدیوهای درسی ما و شما شیشتید یک چیز شیرین هم همراه خود داشته باشید چون یک چیز شیرین مانند یک چاکلت خیلی زود برای بدن در بدن ما ای تی پی تولید میکنه و او برای ما و شما مصرف میشه و تمام حجرات مغزی ما و شما برای که خوب فعالیت خود به نحو حسن انجام بده احتیاج به مصرف داره دیگه مصرف از او ATP هست خب جالب بود شاگردا حتما از این خوشتان آمده ما که بسیار از این درس لذت میبرم چون از این بعد میفهمم که در بدن ما و شما چی میگذره و چی اتفاقاتی میفته شاگردای خوب و عزیز ما درس امروز ما در اینجی به اتمام رسید ایشالله که تنفس حجروی را به خوبی یاد گرفته باشید فراموش نکنید محل انجامش کجا هسته چی چیزایی به عنوان ماده اولیه ضرورت هسته و چی چیزایی به عنوان محصول که در پایان تولید میشه شاگردهای خوب فراموش نکنید اگر کدام جایی برای شما سوال هسته یا جایی از درس متوجه نشدید از طریق شماره واتساب 20964 780 255 می میتونید با ما در ارتباط باشید درس تانا تا جلسه گذشته به خوبی مطالعه کنید چون کم کم بیولوژی ما شما داره یک کمی پیچیده تر میشه و حتما این مطلب ها مانند حلقه های زنجیر به یک دیگر ارتباط داره که شما درس گذشته را اگر خوب یاد نگیرید درس بعدی را هم یاد نخواهید گرفت انشاءالله که درس های خود خوب میخوانید تا جلسه بعدی همه شما عزیزانم و در خدای بزرگ میسپارم خدا یارو نگهدار همه شما